سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی میدیا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ما در این ویدیو قصد داریم در رابطه با خواب صحبت کنیم و اینکه چی بخوریم تا خوب بخوابیم. مواد غذایی که باید قبل از خواب مصرف بشه. اگه دچار بیخوابی یا بدخوابی هستید، باید بدونید که تنها نیستید. فقط در آمریکا بیشتر از 50 میلیون نفر با این مشکل دست به گریبانند. از این پهلو به اون پهلو شدن های پیوسته آدم رو خسته و عصبانی میکنه. علاوه بر اون، کمبود خواب ممکنه باعث مشکلاتی مثل افزایش سایز دور کمر، فشار خون بالا و تغییر رفتار شدید بشه. شان تابلوت، روانشناس و شیمیدان، میگه کمبود خواب نوعی پریشانی و پاسخ بدن به استراب مزمن و همیشگیه. یکی از راه‌های مؤثر برای داشتن خواب راحت که کمتر به اون توجه میشه، رژیم غذایی مناسب و انتخاب خوراکی‌هایی که باعث میشه شما بیشتر بخوابید. ما در ادامه این ویدیو به شما خوراکی‌هایی رو معرفی می‌کنیم که در خواب راحت شما تأثیر بسزایی دارن. اولین موردی که به اون می‌پردازیم، موزه. مصرف خوردن موز برای داشتن خواب راحت بسیار مفیده. موز سرشار از پتاسیمه که پاهای بیقرار رو آرام و گرفتگی عضلات پا رو در طول شب جلوگیری میکنه. همچنین بنابر نظریه مایکل بروز، روانشناس بالینی و نویسنده برنامه غذایی متخصصین طب خواب برای کاهش وزن در خواب، موز به دلیل اینکه دارای منیزیم به آرامش اعصاب، شل شدن ماهیچه‌ها و سلامت چرخه گوارش کمک میکنه. میتونید خود موز رو خالی میل کنید یا یک اسموتی خوشمزه با یخ و شیر آماده و نوش جان کنید. مورد بعدی، ماهی سالمون. مصرف ماهی سالمون برای داشتن خواب راحت، یک خواب خوش با شامی خوشایند و مطلوب برای خواب آغاز میشه. این رو مایکل بروز میگه. سالمون یک وعده غذایی مناسب برای این منظوره، چون دارای امگا 3 است که مطابق با مطالعات دانشگاه UCLA اثر اون در کاهش هورمون‌های استرس و افزایش آرامش اثبات شده است. اگه از سالمون خوشتون نمیاد، لوزی ماهی یا هالیبوت جایگزین خوبیه. هالیبوت و انواع دیگه ماهی ها هم منبع امگا 3 هستند. همچنین ماهی حاوی ویتامین B6 که برای تولید هورمون خواب‌آور ملاتونین ضروریه. مورد بعدی، شربت یا مربای گیلاسه. مصرف شربت گیلاس برای داشتن خواب راحت، پیش از این که بیخوابی بر شما غلبه کنه، یک لیوان شربت گیلاس رو امتحان کنید. مطالعه مجله تخصصی خوراک‌های درمانگر در سال 2010 نشون داد مصرف یک لیوان شربت گیلاس که منبع طبیعی ملاتونینه، بیخوابی رو در بزرگسالان به طور چشمگیری کاهش میده. به پیشنهاد مایکل بروز، پیش از رفتن به تخت خواب، مخلوط شربت یا مربای گیلاس با شیر و یا شیر سویا یا شیره بادام و یخ نوشیدنی بسیار مناسبیه. به جای شربت گیلاس میتونید میوه تازه گیلاس خشک شده هم استفاده کنید. مورد بعدی، کلمه کیل. مصرف کلم برای داشتن خواب راحت، به عقیده شان تالبوت، ممکنه کلم کیل در خوابیدن بهتر مؤثر باشه. کلم کیل دارای پتاسیم و کلسیم که هر دو خاصیت خواب‌آوری دارن. اگه خوشتون نمیاد که قبل از خواب خرت خرت کلم بخورید، بهتره که اون رو در تهیه سالاد برای شامتون استفاده کنید. هیچ وقت برای نقشه کشیدن برای داشتن یک خواب خوب دیر نیست. اگه کلم دوست ندارید، میتونید به سراغ دیگر سبزیجات، مخصوصا سبزیجات تیره و برگدار مثل اسفناج و چغندر سوئیسی برید که هر دو منبع سرشار پتاسیم هستن. مورد بعدی، سیب زمینی شیرین. مصرف سیب زمینی شیرین برای داشتن خواب راحت بسیار مفیده. سیب زمینی شیرین منبع غنی پتاسیم و همانطور که گفتیم، پتاسیم به آرامش اعصاب و عضلات و فرایند گوارش کمک میکنه. بهتره که اون رو به صورت پخته میل کنید، سالمترین حالت اونه. ولی سیب زمینی شیرین سرخ شده هم گزینه بدی نیست. سیب زمینی شیرین علاوه بر پتاسیم، کربوهیدرات هم داره. اما اونطور که شان تالبوت میگه، نصف یک سیب زمینی متوسط برای جذب مقدار کافی از هر دو ماده کافیه. برخی خوراکی های دیگه هم مثل سیب زمینی، هنگام پخت اون رو با پوست بپزید. لوبیا و پاپایا منبع سرشار پتاسیم هم هستن. مورد بعدی، بادام.
منیزیم موجود در بادام به آرامش و بهتر خوابیدن شما کمک میکنه. بادام همچنین دارای پروتئینیه که به حفظ تعادل قند خون در طول خواب کمک میکنه. به توصیه مایکل بروز قبل از خواب چند تا بادام میل کنید. یا اگه دلتون غذایی پروپیمانه تر میخواد میتونید کره بادام رو روی تکه اینان توست سبوسدار بمالید و نوش جان کنید. مورد بعدی نخود. نخود سرشار از ویتامین B6 که به گفته مایکل بروز برای تولید هورمون شادیاور و ضد استرس سرتونین استفاده میشه. ویتامین B6 همچنین در تولید هورمون خواب ملاتونین نقش داره. البته به نظر بروز مصرف نخود در شام خواب رو به تاخیر میندازه. بهتر نخود رو در انواع سالاد و زودتر از وعده شام میل کنید. مقدار بالای پروتئین نخود موجب نفخ شده و خوابتون رو دچار اختلال میکنه. بریم سراغ مورد بعدی و تخم مرغ. شاید یک نیم روی نیم پس همون چیزی باشه که لازم دارید. مقدار زیاد پروتئین موجود در تخم مرغ باعث حفظ تعادل قند خون در طول خواب میشه. خوبه که یک یا دو تخم مرغ رو به همراه نان سبوسدار میل کنید. چون که کربوهیدرات موجود در اون باعث میشه تریپتوفان موجود در پروتئین در دسترس و آماده مصرف بمونه. مورد بعدی شیر. آیا شیر واقعا به بهتر خوابیدن کمک میکنه؟ برخی کارشناسان به دلیل نبود مدارک علمی کافی در این باره اظهار نظر قطعی نمیکنن. برخی دیگه هم به قدرت کلسیم ایمان دارن، چون نقش بسیار مهمی در تولید ملاتونین داره که چرخه 24 ساعته خواب و بیداری رو کنترل میکنه. اونطور که مایکل بروز میگه بهتره که شیر سویا رو جایگزین شیر گاو کنید. بر مبنای نتایج مطالعه‌ای که در سال 2011 در مجله تخصصی یائسگی چاپ شد، شیر سویا به رفع بیخوابی در زنانی که در سن یائسگی هستن کمک میکنه. علاوه بر اون شما باید 1.5 گالن شیر گاو بنوشید تا تأثیر اون بر روی خواب شما آشکار بشه. اما شیر سویا سریع‌تر و عمیق‌تر اثر میذاره. بهتر شیر سویا ارگانیک مصرف بشه. مورد بعدی غلات هضم شده است. مصرف غلات صبحانه برای داشتن خوابی راحت بسیار مفیده. مصرف غلات هضم شده صبحانه که اونها رو بیشتر با نام کرنفلکس یا برشتوک میشناسیم، یکی دیگه از توصیه های شانتال بوته. مصرف یک کاسه کوچک از فراورده های کمشیرین غلات کامل شما رو برای خواب آماده میکنه. بنیاد ملی خواب آمریکا مصرف غلات هضم شده همراه با شیر رو برای این کار بسیار توصیه میکنه. دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم از اطلاعاتی که در این ویدیو در اختیار شما عزیزان قرار دادیم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.